سلام دوستای نازنین وطندارای گلم، خدا کنه که همه شما جور و سرحال باشین. خوشحال هستم که یک بار دیگر همچنان در خدمت شما عزیزا قرار دارم، البته این بار با آماده ساختن شوله زرد یا شوله شیرین. خب شروع میکنم به آماده ساختن شوله زرد. دوستای نازنین، ما قبلا بالای منقل یک تخم پذیره گذاشتیم. 4 الی 5 پیاله آب در داخلش اضافه میکنم و میگذارم که سر جوش دهیم. بعدا یک پیاله برنج سفید یا برنج شعله‌ای را که من قبلا تر کرده بودم در داخل آب جوش اضافه میکنم و میگذارم که سر جوش بیاید و جوش بزنم. بعدا سرپوش ظرف گذاشته و میگذارمش مدت 15 دقیقه تا که خوب جوش بزنه و برنج نرم شود. نگفته نمانه که من چندین بار سرپوش ظرف دور می سازم و برنج شور می دم تا که برنج نچسبه، به خاطر که برنج شوله ای یکمک چسبک می باشه و اگر آب دیگر ضرورت داشتم یکمک آب هم اضافه می کنم. خب می بینیم که برنج به اینی اندازه نرم شده. بعدا یک قاشق چایخوری ما آب گلاب اضافه می کنم یا عرق گلاب. یک قاشق چایخوری از پودر ایل استفاده میکنم به خاطر خوشبوییش. 4 الی 3 قاشق روغن اضافه میکنم به خاطر که یکمک شعله نرم بیاید. نیم قاشق چایخوری رنگ شیرین یا رنگ دیگ استفاده میکنم به خاطر خوش رنگ ساختنش یا به خاطر زیبایی چی بیشتر. بعدا تمام مواد را مخلوط می سازم تا که امی رنگ به تمام قسمت های برنج برسه و بعد نیم پیاله بادام و پسته پوست گرفتگی یا خلال شده را من در داخلش اضافه می کنم و همچنان به خاطر شیرنیش 1.5 پیاله بوره را اضافه می کنم. اگر شما شیرنیش کم دوست دارین می توانید که 1 پیاله بوره استفاده کنید، ولی ما 1.5 پیاله استفاده کردم، بسیار شیرنیش مناسب بود. بعدا میگذاریمش که پخته شود در حرارت بسیار کم مدت 20 دقیقه. خب بعد از 20 دقیقه شعله را میبینیم که پخته شده و بسیار خوبش همچنان آماده شده، تهش نچسبیده. ما شعله را در داخل یک ظرف کشیدیم و یکمک تزینش کردیم با بادام و پسته. خدا کنه که خوشتان آماده باشه، شما همچنان آماده کنین، نوش جان کنین. تشکر میکنم از توجه تک تکتان. خداوند حافظ و نگهدارتان. خداحافظ دوستای نازنین.